سپاسگزاری فراوان از همدردی همه شما عزیزان. قرار هست که موضوع اهمیت بکارت و نگرش قرآن به این موضوع رو مطرح بکنیم، ولی چند دقیقه رو اختصاص میدم به بعضی از موضوعات مهم. برای من خیلی مهم هست که هر یک نفر که به عنوان آموزنده، به عنوان یادگیرنده، متعلم وارد این کلاس میشه، او رو در بر بگیریم و همراه او قدم برداریم. جناب شجاع الدین شجاع میگویند من مدت چند شبی است که این برنامه رو نگاه میکنم، ولی نسبت به من آشنایی ندارند و نسبت به پخش برنامه ها از دوستانی که به من کمک میکنند و با ایشان مکاتبه کنند در همین برنامه و اطلاعاتی رو که خواستند به ایشان بدهند. باز هم از اظهار همدردی شما عزیزان سپاسگزاری میکنم. جناب سهراب امیل رستمی میگویند که آیا این حقیقت هست که سلمان فارسی نویسنده قرآن بوده؟ طبعا به باور یک مسلمان قرآنی این امر صحت نداره، و از نظر تاریخی هم اگر که ما مطالعه کنیم، تاریخ آشنایی سلمان فارسی با رسول اکرم چندین سال بعد از بعثت ایشان بوده، مگر اینکه بگوییم که تاریخ اشتباس یا او پنهانی زندگی می کرده. به هر حال پاسخ کوتاه این است که از منظر مسلمانان قرآنی، من جمله من، قرآن وحی خدا به رسول اکرم است. موضوع دیگری که مهم است و جناب عبدالقیوم عسکریار مطرح فرمودند که اگر یک انسانی که مسلمان نیست و در زندگی هیچ چیز و عمل خلافی هم خلاف قرآن انجام نداده، به جنت می رود یا نه چون اهل کتاب نیست؟ فرض شما جناب عبدالقیوم در قسمت اول درست نیست. یک انسان که مسلمان نیست، اون یک اتهامه به این شخص، شخصی که خلاف قرآن عمل نمی کند و خلاف انسانیت عمل نمی کند چطور مسلمان نیست؟ مگه ما چند تا خدا داریم؟ مگه این هستی چند تا مدیر داره؟ یک مدیر بیشتر نیست و یک قانون بیشتر نیست، و اون قانونش عمل صالحه. اگر کسی عمل صالح انجام میده، یعنی تسلیم به عمل صالح، یعنی تسلیم به خداست. حالا در ذهنش چه میگذره، چه اعتقادی داره یا نداره، اون چیزی که بهش عمل میکنه اعتقاد به اون عملش داره یا نداره، یا اون عمل رو هم بی خودی انجام میده. یعنی در این که خلاف قرآن عمل نمیکنه یعنی چی؟ یعنی قرآن میگه انفاق کنید، اگر اون انفاق نمیکنه خلاف قرآن عمل میکنه، نیست؟ پس اگر خلاف قرآن عمل نمیکنه یعنی انفاق میکنه، یعنی خدمت به خلق میکنه، یعنی امر به معروف میکنه. امر به معروف نه اینکه قرآن برای مردم بخونه، هم کار خیر میکنه هم کار خیر به مردم یاد میده. خب این کاری که میکنه اگه نکنه این کارها رو خلاف قرآنه، اگر این کارها رو میکنه که موافق با قرآنه، حالا اسم قرآن رو نمیاره، اطلاعی از قرآن بیرونی ممکنه نداشته باشه یا اعتقادی به قرآن بیرونی نداشته باشه، ولی اعتقاد به قرآن درونی داره،
و بعد اینکه شما فرض رو بر این گذاشتی، این که مسلمان نیست، این مسلمان هست، اهل کتاب هم هست، افراد رو با اعمالشون شناسایی میکنند نه با ادعاشون. همونطور که بسیاری از مسلمانان مدعی اسلام مسلمان نیستند، بسیاری از کسانی هم که میگویند ما مسلمان نیستیم، یعنی مسلمان جنس من میگه نیست، از بس که از من زشتی میبینه، دزدی میبینه، تجاوز میبینه، بی‌ناموسی میبینه از من، میگه آقا من مسلمان نیستم، یعنی من مثل تو نیستم، ولی مسلمان. پاسختون اینه که جنت مخصوص کسانی است که عمل صالح انجام میدهند، و کسی که با قرآن در مخالفت نیست یعنی به چی؟ یعنی داره عمل صالح انجام میده، که همراه قرآن داره در پیش میره. حالا ذهن حاضرش تربیت جوری شده که ما مسلمان ها قرآن رو یک کتاب منفوری در جامعه معرفی کردیم، ولی قرآن که واقعا عوض نمیشه که. اگر کسی با انسانیت و عمل صالح زندگی میکنه حتما مسلمانه و حتما اهل کتابه و حتما جاش در بهشت. منظور کتاب این کتاب کاغذ و مقوا نیست، اهل کتاب یعنی اهل کتابی است که مجموعه آیات الهی در اوست، و اون مجموعه آیات الهی در سینه هر انسانی است که خدا او را خلق میکنه. استاد رستمی و استاد توفیقی و سایر عزیزان هستند که وجودشون باعث همراه دیگر دوستان آقای سید عباس حسینی میگویند این همسر شما چه کاره است که همه جا همه به شما و همسرت یاد میکند؟ برای من یک سوال خلق شده. شما به موضوعاتی که مربوط به قرآن و مسائل قرآنی می شود اشاره کنید در این برنامه، و اینقدر ادب و شخصیت داشته باشید که به امور شخصی و خانوادگی افراد فضولی و دخالت نکنید و نشان بدهید که لااقل در ظاهر ادای مسلمان رو در بیاورید، لااقل در ظاهر. و این سخن شما تعدی و تجاوز به حریم خانواده هاست. امیدوارم که این شعور و معرفت رو پیدا بکنید و قبل از اینکه بلاک بشید و از برنامه بیرون رانده بشید مراقب حرف زدنتون باشید و شعور و معرفت پیدا بکنید. عرض میکنم که سپاسگزاری مجدد میکنم از همدردی همه دوستان محترمی که در این برنامه با ما مشارکت دارند، و از اینکه این جنبش و این حرکت به وجود آمده بسیار خوشحال هستم. تقاضا میکنم که این موضوع رو به همینجا بسنده کنیم و همه شما برای ایشان
فاتحه بخوانید و طلب آمرزش کنید از حضرت حق. جناب سهراب امیل رستمی میگویند که عذر میخوام، ولی چگونه ممکن است که اهل کتاب که یکی خوردن شراب در آن جایز است و دیگری شراب رو ممنوع کند؟ اگر بپذیریم که تنها یک خدا وجود دارد، چگونه دو دستور متفاوت و متناقض صادر شده است؟ موضوع شراب بنابر اعتقاد مسلمین قرآنی در ادیان دیگر هم مجاز نیست و شراب به معنای مایع قابل شرب با خمر تفاوت میکنه و به نظر نمیرسه که موضع قرآن این باشه که در آیین مسیح خوردن خمر آزاد باشه. ولی این موضوعات موضوعات فرعی است و این رابطه بشر و خداست، بین بشر و خداست و اون چیزی که گناه محسوب میشه قابل قانونگذاری در جامعه نیست. یعنی هیچ وقت جامعه ای نمیتواند که قانونی بگذارد که به عنوان مثال شرابخوار رو تنبیه بکند یا قمارباز رو تنبیه بکند. چیزهایی است که به جامعه ارتباط مستقیم پیدا نمیکنه، بین شخص و خداست. و اگر که منطق قرآن رو که امروز دربارش صحبت میکنیم بررسی بکنیم، اون چه که در قرآن ذکر میشه به عنوان حجت و به عنوان دلیل و منطق اون چیزی که خدا ذکر میکنه این هست که اون چه که خوردنی است، مصرف کردنی است، نوشیدنی هم جزء خوردنی محسوب میشه. خدا میخواهد که شما خوراکی که به بدنتون وارد میشه طیب باشه، یعنی پاک باشه و مفید باشه. یه جنبه هدایت و حمایت داره. یه چیزی که شما میخورید، بعدم توضیح میده قرآن که خمر یا به زبان ما شراب در دو مورد هست که زیان بخشه، هم از نظر ضرر و زیان بهداشتی امر زیان بخشیست، برای بدن سلامت خود تو بده. علم هم امروز ثابت کرده که الکلی که از خارج وارد بدن میشه کبد انسان رو، لیور، جگر آدم رو مختل میکنه عملیاتش رو و باعث بیماری میشه. از نظر اخلاقی و ارتباطش با موضوعات جامعه هم مصرف الکل به علت اینکه یک مقداری شعور قضاوت و رفتاری انسان رو مختل میکنه، از اون نظر هم در قرآن در مثال یک عملی که تشابه داره با عمل شیطان با انسان، یعنی همونطور که انسان فریب شیطان رو میخوره و از صراط مستقیم و از عمل صالح سقوط میکنه، قرآن میگوید که اون خاصیتی هم که شراب داره در ضیافت شراب وقتی شما خمر شرکت میکنید، اون ضرر زیان رو هم به شما وارد میکنه. یعنی همون وسوسه ای که شیطان در وجود شما ایجاد میکنه مشابهش رو شراب در شما ایجاد میکنه. ولی همه اینها رابطه بین شما و خداست و همه اینها برای حفظ سلامت خود شما گفته شده. حالا این ادعا که در دین مسیحی شراب خوردن آزاده، این نظر کسانی است که به اون دین ادعای وابستگی میکنن و صحبت سر این خیلی طولانی خواهد بود که آیا در دین اونها آزاد است یا آزاد نیست. نظر مسلمین قرآنی این است که در دین مسیح هم شرب خمر آزاد نیست، ولی
اگر هم آزاد نباشه یا اگر در اسلام هم شرب خمر آزاد نباشه که نیست و کسی شرب خمر بکنه، در قرآن ما آیه نداریم که کسی که خمر یا شراب مصرف میکنه از رفتن به بهشت محروم میشه. ولی گفته شده که این کار رو نکنید، هم برای خودت بده، هم اگر که گسترش پیدا بکنه برای دیگران بده. بله، میپردازیم به موضوع مهم امروز و موضوعات جنبی دیگر رو فعلا مسکوت بگذارید. انشاءالله اگر که فرصتی باقی ماند به سوالهای متفرقه هم خواهیم رسید. موضوع بکارت به معنای عرفی واژه خارج از قرآن اشاره می کند به حالت موجود مؤنثی، زنی که تماس جنسی با جنس مخالف نداشته است. ولی این تعریف بسیار ناقصی است که در عمل ارتباط این موضوع، این حالت با نجابت و عصمت و عفت یک بشر تفاوت بسیار داره. در قرآن 12 آیه ما داریم که این 12 آیه به موضوع ریشه بکره، بکر بودن اشاره میکنه. 9 آیه از این 12 آیه مربوط میشود به آغاز روز، نو شدن روز، روزی که دست نخورده است، الان تازه روز شده، تازه است، به عنوان صبح معنی میده. 9 بار از 12 بار. یک بار از این 12 بار معنی دست نخورده بودن و نو بودن میده و 2 بار در این 12 بار به موضوعی اشاره میکنه که نزدیک هست به آنچه که بحث امروز ماست. رفرنس دیگری جز این ما در قرآن نسبت به موضوع بکارت نداریم. در 2 مورد قرآن به موضوع بکارت اشاره می کند که مفهوم آن ازدواج نکرده است، یعنی کسی که بار اولی است که ازدواج می کند قبل از وقوع ازدواج اول باکره محسوب می شود، یعنی ازدواج نکرده محسوب می شود. در عرف باکره به کسی گفته می شود که فاقد مشخصات فیزیکی خاصی باشد، اما این تعریف بسیار ناقصی است. از نظر پزشکی و از نظر فیزیولوژی بدن اگر که بخواهیم بحث بکنیم، بسیاری از زنان هستند که حتی بعد از اینکه شوهر کردن و رابطه جنسی داشتن، اون چیزی که نام بکارت روش میگذارن زائل نمیشه، به علت مختصات فیزیکی که اون موجود داراست. خیلی از زنها هستند که به همون دلایلی که عرض شد، اون چیزی رو که نام بکارت بهش میدن به صورت طبیعی از دست میدن.
بعضی ها در اثر نرمش و ورزش و کارهای دیگه از دست میدن و به هیچ عنوان ما نمیتوانیم که یک پایگاه ثابتی از نظر پزشکی، از نظر فیزیولوژی پیدا بکنیم و تعریف بکارت رو در اون زمینه انجام بدیم. کمتر هم در اون مورد بحث و گفتگو میشه. بیشتر منظورشون از بکارت این است که این زن حتی به عنوان مجاز، یعنی به صورت ازدواج کرده، به صورت نکاح با مردی در ارتباط نبوده قبلا. این تعریف هم پذیرفته شدنی نیست، به خاطر اینکه نداشتن بکارت در جامعه دلیل بر نداشتن نجابت محسوب میشه، در حالی که اگر یک دختری ازدواج کرده، برای ازدواج دومش، خب این شخص الان ازدواج اول نداره، بنابراین از نظر قرآن اگر نگاه بکنید باکره نیست. چرا؟ برای اینکه بکارت در قرآن بر مبنای شماری نکاح محسوب میشه که آیا نکاح اول توست یا نکاح دوم توست یا نکاح سوم توست. باکره بودن به عنوان آغازی کار محسوب میشه. یعنی اصلا این تعاریفی رو که تعاریف ملایی باید نامش رو نهاد و ناشی از ذهنیت غیر سالم ملاها میشه در قرآن وجود خارجی نداره. اما اگر سابقه تاریخی بکارت رو بررسی بکنیم، بکارت در دینهای مشرک، دین شرک، ابزار و وسیله کار هم شهوترانی و هم وحشترانی به وسیله ملاها، کاهنها و بزرگان دینهای مشرکانه بوده و با فدا کردن دختران، قربانی کردن دختران، سوزاندن دختران، موضوع بکارت رو به نوعی با تقدس مخلوط کردند. در آیین مسیح که به وسیله کاتولیک ها در شکل یک دین کلیسایی بعد از پرواز یا بعد از وفات یا بعد از به آسمان رفتن مسیح اون دین ساخته میشه، اون دین بر اساس این تقدس پایه‌گذاری شده. یعنی اساساً این تقدسی که امروز ما و جامعه به موضوع بکارت بهش نگاه میکنه، این تحفه کاتولیک هاست یا دین کلیسایی کاتولیکی است که به دنیا عرضه شده. و برای اولین بار وقتی که سرزمین ژرمن ها تبدیل به آلمان امروزی میشه و اولین حکومت کاتولیک دنیا در اونجا به وجود میاد، قبل از روم و قبل از شرق اروپا، این موضوع جنبه تقدس پیدا میکنه و به طور کلی نکاح برای زنان به صورت غیر منطقی و غیر معقول یک گناه تصور میشه و به این ترتیب موضوع بکارت نوعی انحصار کالایی برای زن ایجاد میکنه. این بحث خیلی میتونه که طولانی باشه، یک کتاب باشه. خیلی موضوعات مختلفی هست که میشود که مطرح کرد و مربوط به این موضوع باشد. بکارت از نظر شرعی، از نظر قانونی، از نظر اخلاقی، از نظر اجتماعی، غیر از قانونی، از نظر حقوقی که اینها با هم تفاوت میکنه و بررسی اینکه آیا بکارت حق است. اگه حق است، حق کیه؟ بکارت زن حق مرده؟ یعنی یک قسمتی از جسم زن حقانیت تشکیل میده و اون حقانیت مال مرده؟ خب در مقابل این حق یه بدهکار هم باید باشه. بدهکارش یه بدهکارشون زن. یعنی بکارت زن بدهی زن هست به یک مرد، مرد ناشناسی که بعدن تبدیل به شوهر او میشه. یعنی یک زن
دارای یک پدیده است در خودش که این پدیده بدهی او رو تشکیل میده نسبت به یک مرد طلبکاری که هنوز اون طلبکار معلوم نیست کیه. یا آیا بکارت یک ارزشه؟ اگر ارزش ارزش شخصی است یا ارزش اجتماعی است؟ بکارت حق است یا مسئولیت؟ حق است، حق کیست؟ ای مسئولیت است، مسئولیت کیست؟ ارزش است، ارزش شخصی است یا ارزش اجتماعی؟ قرآن در این مورد چه میگوید؟ همونطور که عرض کردم در دو مورد قرآن به این موضوع اشاره میکند و هر دو مورد اشاره میکند به کسی که ازدواج نکرده است. اگر بکارت رو به عنوان یک ارزش اجتماعی تلقی بکنیم، سوال از اینجا مطرح میشه و بینندگان مورد تقاضای این حقیر هستند که مطالب رو در این کلاس معادل آنچه که سوال میشه پاسخ بدهند و پاسخهای متفرقه و فرعی رو وارد موضوع نکنند. سوال این است که به صورت مسئله توجه بکنید و بعد معادل این جواب بدهید. شخصی به نام ابوبکر بغدادی در یک کوچه‌ای در بغداد زندگی می‌کند. صورت مسئله، همسایه‌ای دارد به نام نوریه. روزی می‌رود و در خانه نوریه زنگ می‌زند. نوریه می‌آید دم در. او رو جلب میکنه با همکارانش، زندانی میکنه، اسیر میکنه. میگوید که من چون مسلمان هستم به تو اعلام میکنم که ما با شما مشغول جنگ هستیم و شما اسیر من هستید چون ما جنگ داریم میکنیم. میگه شما همسایه من هستید، جنگی من با شما ندارم. میگه شما جنگ ندارید، ما جنگ داریم. بر طبق قرآن و اسلام ما با شما در حال جنگ هستیم چون شما کافر هستید و چنین هستید و چنان هستید. خلاصه میکنم داستان. بنابراین شما الان اسیر جنگی من هستید و قانون ما ملکت ایمانکم بر شما تعلق میگیره، بر من تعلق میگیره و شما الان اسیر من هستی و من حق تصرف در شما رو دارم بنابرای تفسیر آقای فلان و فلان و فلان. میبرن دختر رو و تا مدتی هر روز 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر به این دختر تجاوز میکردند تا بالاخره آزاد میشه و داستان زندگی خودش رو مینویسه. سوال من این است که سوال اول، آیا از نظر ارزش اجتماعی وقتی به دختری نگاه میکنن که اینکه باکره نیست، یعنی که این رابطه جنسی، البته از دیدگاه ملای شهوتران چه ازدواج کرده باشه چه ازدواج نکرده باشه فرقی نمیکنه، اگر باکره نباشه گناهکاره، یا اینکه اگر هم گناهکار نباشه به درد نمیخوره، جنس بنجله، جنس مورد استفاده قرار گرفتن مستعمله، مثل ماشین نو و ماشین کهنه. بکارت به معنای نو بودن و کهنه بودن معنی میده در فرهنگ ملا، خلاف فرهنگ قرآن. سوال این است که این دختری که از نظر آبروی اجتماعی عرض میکنم که اگر بکارت ارزش باشه، این دختری که مجموعاً در مدت 40 روز، 50 روز، 60 روزی که در اسارت بوده بیش از 1000 بار بهش تجاوز شده، بیش از 1000 بار، این از نظر ارزش اجتماعی باکره محسوب میشه یا نه؟ باکره یعنی که به تقدس حضرت مریم در اون ارزش اجتماعی. عرض کردم که اون هم یک ارزش دروغه، ولی خب
ارزشی است که وارد کاتولیک کلیسایی شده و اصلا کلیسای کاتولیک با اون کار میکنه و موضوع کسانی که به اصطلاح معتکف کلیسا هستند، اون زنانی که معتکف کلیسا هستند، در واقع اون بخشی از زنان هستند که بکارت مریم رو حفظ میکنند و تقدس مریم رو حفظ میکنند، در حالی که ما در قرآن اشاره به بکارت مریم نداریم بعد از تولد مسیح. بنابراین کارشناسان منقد اینطور نظر میدهند که فلسفه بکارت در کاتولیک ها با این اشکال منطقی مواجهه که اگر که نبودن بکارت دلیل بر عدم تقدس خدمتگزاران کلیسا میشه، مریم باکره نبوده. اونها میگویند که باکره بوده، هم در زمان انعقاد نطفه هم در زمان تولد جنین. علت این که من مکث میکنم که به کجا از کدام گوشه شروع کنم، و چون این موضوع بسیار پهناور و وسیع است و به سادگی قابل کنترل و مهار نیست، چند سوال در اینجا من کم کم مطرح میکنم و به تدریج پیش میریم و موضوع بیشتر و بیشتر ملموس میشه. سوال اول این است که فرق یک زنی که خارج از نکاح بکارت خودش رو از دست میده که این از دست دادگی نشانه عدم نجابت اوست و نداشتن بکارت در این زن نشان میدهد که این شخصی بوده که خارج از قانون نکاح مرتکب خلاف شده. فرق این زنی که بکارت خودش رو در خارج رابطه نکاح از دست داده با اون زنی که در طول مدت اسارتش بیش از 1000 بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و او هم بکارتش رو از دست داده و به این ترتیبی که مطرح شد، از نظر کاربرد ترم این واژه بکارت برای نشان دادن یک حالت و یک شخصیت که الان این شخص وقتی میگیم باکر است، فقط جنبه فیزیولوژیش رو نمیگیم، جنبه اجتماعیش رو داریم میگیم، جنبه ارزشیابیش رو داریم میگیم. یعنی اگر که دختری دارای عفت و عصمت بوده باشه و تا به حال هم ازدواج نکرده باشه، در منظر قرآن به او میگوید باکره. یعنی نه ازدواج کرده نه رابطه جنسی داشته، ولی طبعا کسی که رابطه جنسی داشته باکره که نیست دیگه. حالا باید نگاه بکنن ببینن که عفت و عصمت بشری داره یا نداره، نجیب بوده یا نیست. یعنی شخص میتواند که باکره باشد و نجیب نباشد، ساختمانش یک طوری بوده یا فعالیت جنسیش یک طوری بوده که بکارتش سر جا مانده، ولی هر کثافت کاری که لازمه در زندگی کرده. از دیدگاه قرآن، از دیدگاه جامعه، از دیدگاه قانون، از دیدگاه حق و مسئولیت ما چطور این رو میخوایم توجیه بکنیم؟ باز برمیگردم به سوال که پاسخش رو از شما میخوام. این دختری که 1000 بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، یعنی 1000 بار تعامل جنسی داشته به زور یا غیر زور، واقعیت اینه که این تعامل رو داشته، این باکره محسوب میشه یا نه؟ یا اساساً این چی محسوب میشه در جامعه؟ این میخواد فردا شوهر بکنه،
اون شوهر از نظر شما و آشنایی که با قرآن دارید وقتی به این زن نگاه میکنه و میخواد با این زن ازدواج بکنه، اگر قرآن رو به مدد و یاری بگیره اون شوهر و بخواهد که با این زن ازدواج بکند، در ذهن خودش باید این زن رو باکره قرآنی، یعنی ازدواج نکرده، تلقی کند یا باکره فیزیولوژیک مطرح بکند برای خودش. نجیب به شمارد این زن رو یا نانجیب به شمارد. و اگر که نجیب می شمارد، از اساتیدی که همراه این برنامه هستند، به اتکای کدام آیه قرآن این زن رو نجیب به حساب می آورد، در حالی که بیش از 1000 بار در مدت 2-3 ماه یا هرچی تعامل جنسی داشته. منتظرم که پاسخهای شما رو دریافت بکنم، ولی تا زمانی که پاسخهای شما رو دریافت میکنم، به این موضوع میخوام اشاره بکنم که رابطه موضوع بکارت با حقوق بشر، با حقوق نکاح و با حق زن در نکاح، یعنی حق زن در ازدواج چه حقی داره؟ چون فراموش نکنید که ما از 2-3 هفته پیش موضوع حق بشر و حقوق بشر رو مطرح کردیم و داریم با شما پیش میاریم. موضوع هنوز عوض نشده. شعب مختلف حق بشر رو ما مطرح میکنیم و بیشتر دقت و توجه ما توجه روی حقوق احوال شخصی است دیگه. تولد، ازدواج، طلاق، توارث، وصیت و مرگ، رو اینها داریم صحبت میکنیم. الان راجع به نکاح که داریم صحبت میکنیم، میخوایم ببینیم که حق زن در نکاح چیه و بکارت به حق زن ارتباط پیدا میکنه در موضوع نکاح، از نظر حقوقی و از نظر فقهی، از نظر شرعی. اما مهمتر از موضوع شرعی حق امنیت زنه، یعنی حق امنیت که مهمترین حق بشر هست، چون امنیت منظور امنیت به حیات، یعنی حق حیات یک زن که آیا این حقی برای زنده بودن داره یا نداره. خوب توجه بکنید که چه عرض میکنم. یک زن حق حیات میخوایم بگیم داره یا نداره. ما میخوایم بگیم که این حق حیات زن که الان مرتبط هست با حق بکارت، حق بکارت یک نفر که ما نمیدانیم کیست، یعنی حق حیات این زن بسته و در گروه حق بکارت است. یک کسی ادعای حقانیت این بکارت رو میکند که من صاحب این بکارت هستم. خود این دختر نه خود دختر نه صاحب بکارت نیست، خود دختر حامل بکارته. یک کسی دیگری در یک جا مالک و صاحب و اختیاردار این حق هست، یعنی این حق مال یکی دیگه است. این دختر حامل و مسئول حق دیگری است. حالا یک دختری که شوهر داره، خب میگه حق شوهرش، نامزد داره، حق نامزدش. اگر هیچ کدام نداشته باشه، حق کیه؟ حق پدرش. اگه پدر هم نداشته باشه که، حق عموشه، حق چه میدونم یک کسی از فامیل پدریشه، یا هیچ کدام اونها که نباشه، حق کیه؟ حق جامعه است. دارم راجع به دین من درآوردی ملایی میگم که اگر یک دختری بکارت خودش رو از دست بده و به تشخیص ملا این بکارت از طریق زنا از دست رفته باشه، اون وقت اون ملا به خودش اجازه میده که اگر که کشوری مثل افغانستان نیروی پلیسش در خدمت ملا باشه، اون دختر رو ببرن یا بسوزانن یا سنگباران بکنن یا همین کارهایی میکنن که میبینید.
یعنی ما یک موجودی به نام زن رو در نظر میگیریم که قرآن میگوید من به این بشر حق حیات دادم و همه آدم ها دارای حق حیات هستند و همه آدم های دیگه مسئولیت تأمین حق حیات این آدم رو دارن و حق حیات این آدم آنچنان لرزان و لغزان است که وابستگی مستقیم داره به موضوع بکارت او. یعنی جان این دختر در دست بکارت اوست. یعنی حق حیات در اینجا گره میخورد به موضوع بکارت. و در طول تاریخ بی اغراق میشود گفت که صدها هزار اگر نه صدها میلیون شاید دهها میلیون زن جان خودشون را از دست دادن، زنان، به خاطر ارتباط با این موضوع مهمی که عرض کردم، یعنی رابطه حق حیات با بکارت مطرح است. موضوع بکارت خود به خود موضوع قابل بحثی نیست. ممکن است که یک خاصیت طبیعی، یک خاصیت فیزیولوژیکی بدن انسان و یک موضوع پزشکی باشه، مثل خیلی موضوع بی اهمیت، ولی وقتی که این موضوع با اهمیت یا بی اهمیت در ارتباط با حق بشر قرار میگیره، یعنی حق حیات، عرض کردم بارها در جلسات مختلف که حق حیات مهمترین حق هست و اون چرا که حقوق بشر می نامند در اعلامیه ها و این حرف ها، قرآن حقوق نمی گوید، قرآن می گوید حق. آیا معنیش اینه که قرآن حق سفر نمی شناسه، حق اشتغال نمی شناسه، حق تبارز نمی شناسه؟ همه این حقوق رو قرآن جمع می بنده، ولی این حقوق شعبه و در واقع بازتاب حق حیات هستند. اینها فرعیات شعبه‌ای حق حیات هستند که همه این حقوق با هم جمع میشه حق حیات رو تشکیل میده. پس این حق حیات یعنی همه چیز. و سخن این است که حق حیات زن در ارتباط مستقیم و در گرو این موضوع و کانسپتی به نام بکارت است. تا اینجا آیا برای شما توجیه شده که چرا این بحث رو ما مطرح کردیم؟ برای کسانی که از من این سوالی کردن که بکارت چه ربطی به حق بشر داره، چه حقوق بشر چه ربطی به بکارت داره، این موضوعات ممکنه که در یک برنامه قرآنی مناسب نباشه. میخوام ببینم اون گروهی که این نظریات رو دادن الان متقاعد شدن به وجود قاطع رابطه بکارت با حق حیات یا هنوز قانع نشده، چون این موضوع بایستی که ادامه پیدا بکنه که از نظر حقوقی آیا شما الان به این نتیجه رسیدید که اینها با هم دیگه رابطه دارن؟ آره یا نه هست که هر کسی خودش جواب بده. من جوابم مثبته که 99% از حق حیات زن در جوامع اسلامی به موضوع بکارت او ارتباط داره. یعنی اگر که بکارت او مورد تردید قرار بگیره جان خودش رو از دست میده. ملاحظه میکنید؟ از این زاویه من فکر نمی کنم کسی تا به حال به این موضوع نگاه کرده باشه که حق حیات یک بشر به فیزیولوژی او بستگی پیدا می کنه و تعبیراتی که از چگونگی تحولات بکارت او حاصل شده، یعنی کیفیت تحول و تغییری که در فیزیولوژی او به وجود آمده، حاکمیت داره بر حق حیات او که این باید بماند یا بمیرد، حق به حیات دارد یا ندارد به مناسبت تغییراتی که
از او نام بکارت یا عدم بکارت برده می شود. آیا الان متقاعد شدید به این موضوع، به اهمیت این موضوع، یا هنوز هم به نظر بعضی ها یک موضوع سکسی میاد که مربوط به سکس با زن میشه و شاید از شنیدنش یه نوع تفریحی هم میکنن؟ خب حالا دیگه راجع به چه چیزایی زنها صحبت میکنن تو این برنامه؟ آیا اون تصور است یا اینکه ما اینقدر رشد کردیم که واقعی تر و عمیق تر به این موضوعات نگاه بکنیم و ببینیم که حق حیات، حق حیات، حق حیات، میفهمید مردم و چی میگیم؟ حق حیات در مورد زن با این موضوع رابطه تنگاتنگ و مستقیم داره. اون جوابش برای شما آری یا خیره، اما سوال اصلی باقی میماند، برای اینکه پله پله باید جلو بریم. آیا این دختری که نوری خانم که با ابوبکر بغدادی مورد تصرف و مورد فروش قرار گرفته و نهایت امر این دختر رو زنگ به پاش میبندن، سوار شتر میکنن، بعد از اینکه دیگه همه هر کسی که توی اون جبهه اون منطقه بوده چند بار پلو این دختر خوابیده بود، اون وقت میگن ما چون سنت پیغمبر رو میخوایم رعایت بکنیم، این کار سنت پیغمبره، این کاری که اینها کردند بر اساس سنت پیغمبر این کار کردند، یا چاره ای هم نداریم، ما سنت پیغمبر رو باید رعایت بکنیم، اینم سنت پیغمبره. سنت پیغمبر رو وقتی انجام دادند بعد به جایی میرسن که دیگه این دختر، خب معلومه که خب بالاخره جسم یک آدمه، آدم مثلا بگذاریم، اینو سوار شتر میکنن، به پاش زنگ میبندن، میگن مثل زمان صدر اسلام یک به اصطلاح تختگاهی درست میکنن، دختر رو میبرن اونجا و میگن در بازار این رو ما به فروش میگذاریم، به حراج میگذاریم، چون این کنیز اسیره و الان میخوایم بفروشیمش دیگه، و بعد میخرنش یه نفر و بعد حالا ماجراهایی سر میزنه که بالاخره آزاد میشه و به دنیا دسترسی پیدا میکنه و صحبتاشو مطرح میکنه. حالا سوال این است که با اطلاعاتی که شما در این مدت از قرآن پیدا کردید یا قبلا داشتید، از دیدگاه قرآن اگر باکره به معنای نجیب باشد، با این پیش فرض، اگر باکره به معنای نجیب باشد در فرهنگ قرآن یا باکره به معنای ازدواج نکرده و رابطه خارج از نکاح نداشته باشد، آیا این دختر به عنوان دختری محسوب می شود که ارزش بکارت دارد؟ ممکنه از نظر فیزیولوژیش بکارت نداشته باشه، ولی از نظر قرآنی آیا این دختر ارزش بکارتی دارد و نکاح نکرده محسوب می شود، یا نکاح کرده و بکارت از دست داده؟ ببینیم که چه تفاوتی در اینجا بین دین کاتولیکی کلیسایی و دین اسلام قرآنی وجود داره. میپردازم به این موضوع مهمی که مطرح شده. خب من نگاه بکنم ببینم که قبل از بله ندرا اسم این بیننده محترم هست. سلام، احترامات حضور مبارک شما، با عرض تسلیت روح متوفا شاد و گرامی باد، آمین. ابتدا بکارت زن یعنی مرد سالاری جامعه فقیر سنتی جهالت در جامعه افغان، البته می تواند که عوامل غیر طبیعی جانبی
صدمه دیده باشد. فرض می‌فرمایید که او بدبخت تازه عروس، بدبخت تازه عروس به یک امیدواری به خانه بخت می‌رود. آغاز ترس داشتن همین پرده سنتی بکارت است. ابتدا تهمت مرد به زن، حالا آمدی به میدان میدانی غیرت افغانیم، حالا آمدی به میدان و الان دیگه مواجه هستی با غیرت افغانی من، و اگر این خطر به خوبی انجامید بعدش چه؟ آیا خوشبختی به سراغش می آید؟ هر گونه نه، تازه شروع شده تا از مظالم. چنین امر خانواده از وی یک لاشه نیمه مرده روحی زبان بسته بدبخت سوخته بسازند. اما مردان اجازه دارند در خفا یا آشکارا با چنین بکارت نوع رسمی یا خصوصی از سنین پایین تا جوان دختران را فریب بدهند، مانند قرن وسطای یک شاهزاده با چندین کنیز. متاسفم برای زنان قربانی شده در جامعه سنتی جهالت غیر انسانی عقب مانده. زن مظلوم همیشه گناهکار هست، چه فریب خورده یا به امید خانه بخت رفتن عمری عذاب این را بکشد. امروزه دختران و پسران آزادی حق مسلم خداوندیشان را تجربه فراوانی دارند تا با شناخت کامل مطمئن انتخاب درست نمایند. من ضمن این که نامه سراسر درد و رنج و تأثر آور شما رو میبینم و هر نقطه از فرمایشات شما رو تایید میکنم و همه اینها مجرب از تجربه شده و همه اینها هست به این ترتیب. اگر که موضوع رو که حضرت عالی از نظر عاطفی مطرح کردید بیشتر توجه بقیه بینندگان رو و همین خود حضرت عالی رو هم همینطور به موضوع حقوقی موضوع جلب بکنیم، بیشتر متوجه جنبه های حقوقی موضوع بشویم و در اون طریق اعلام به اصطلاح اقدام به ارائه ادله بکنیم، دلایلمون رو ارائه بدیم و موضوعات رو به صورت فعلا تجزیه‌ای نگه داریم، یعنی از نگرش های زوایای مختلف به این موضوع نگاه بکنیم و مستقیم به سوال پاسخ بدیم که بتوانیم این نگرش تحلیلی رو که تجزیه و تحلیل میکنیم بتوانیم که هر چیزی رو سر جاش بگذاریم که یک نظمی از نظر استنتاج ایجاد بشه، به خاطر اینکه موضوع خیلی حساسه. یعنی از یک سو شما نگاه میکنید بکارت چیه؟ بکارت یک چیزیست که به یک عضو داخلی زن بستگی داره. خب دلیل نجابتش البته این باکره نیست. یعنی چی؟ یعنی نانجیبه. چگونه حالا اوایل که اصلا نبوده این حرفا، حالا وارد دوران مدرنی شدیم، تحصیل کرده شدیم، فهمیدیم، حالا میگن که آقا علت این که باکره نیست برای اینکه شوهر داشته قبلا. خب زنی هم که شوهر داشته قبلا که مثل ماشین دست دوم هست که خاک به سر شده و قیمتش یک دهم قیمت قیمتی دیگه زن کالاست، یک دهم قیمت زن نو کار نکرده قیمت داره. یعنی موضوع نجابت به موضوع مالکیت مربوط میشه،
میدونید انقدر این کار کثیر الابعاده که موضوعات مختلف و از جوانب مختلف نگرش به این موضوع برای فهم این موضوع لازمه. موضوع بسیار مرکب و پیچیده است که تنها راهی که ما میتوانیم مهار کنیم از نظر مدیریت موضوع و به بیراهه نریم این است که سوالاتی که طرح شده و پرسیده میشه عیناً به همون سوال جواب بدید. از خود شما هم میخواهم که مجدداً جواب بدید و جوابتون باید این باشه که این سواله که این دختر نوریه که با ابوبکر بغدادی در آغاز کارشون این اتفاق میفته که شرح حالش رفت که چه میشه بر او، او از نظر جامعه چه محسوب میشه؟ جامعه مسلمان عرض میکنم، جامعه ای که به هدایت ملاهای تحصیل کرده یا فقیه دانشمند مفتی مجتهد عالم ولایت هستن، هر چی اسمشون رو بخواید بذارید، از دیدگاه ملا که دیدگاه رسمی دین اسلام خودشون، نگرش رسمی دین اسلام به نوریه چیست؟ نجیب است، نانجیب است، باکره است، غیر باکره است، نکاح کرده است یا نکاح کرده نیست، زناکار است یا زناکار نیست از نظر اسلام ملایی، چون الان اسلام قرآنی که در زندانه. کی اسلام قرآنی رو میشناسه؟ خیلی کم. کی اسلام قرآنی رو انجام میده؟ هیچ کس. به آمار بخواید نگاه بکنید، چهار نفر اینجا اونجا انجام میدن. چرا؟ قرآن تو زندانه و هر کسی بخواد مطابق قرآن عمل بکنه تنبیه میشه که مردی که تو شعور نداری، تو قرآن چه میفهمی چیه؟ قرآن رو من باید بفهمم، قرآن رو امام باید بفهمه. اگه سنی باشه که امام فلان باید قرآن رو بفهمه، اگه شیعه باشه که امام زمان باید قرآن رو بفهمه، نمایندگان اونها قرآن رو تعریف میکنند برای ما، من و شما شعور نداریم قرآن رو بفهمیم. این است که صحبت قرآن رو الان کنار بگذاریم. اسلامی که الان داره کار میکنه تو دنیا، اون اسلام رو عرض میکنم، این اسلام تاریخی ملایی، راجع به این نوریه چه فکر میکنه و چه نظری میده؟ آیا این نوریه یک زن نجیب باکره دست نخورده نکاح نکرده محسوب میشه یا غیر از آن است؟ اگر ما این رشته رو دنبال کنیم، وقت این سوال میشه که این زنی که مورد تجاوز قرار گرفته در همین ایران، اون کارمند وزارت اطلاعات که به زنه گفته بوده بیاد اینجا خونه من دکوراسیون درست بکنه، نمیدونم چی کار بکنه، بعدم بهش تجاوز کرده، اون دختر از ترس این که خود او رو مورد محاکمه قرار ندن یک مدتی تعامل کرده، بعد شجاعت به خرج داده، رفته شکایت کرده، گفته به این دلیل این مرد به من تجاوز کرده. گفتن این که تجاوز کرده یا نکرده معلوم نیست، ولی اینکه عمل تعامل جنسی بین شما انجام شده اون معلوم است. خود شما اقرار کردید که قاضی بعد از اقرار نشنود انکار. خیلی خوب، حالا بیا برو میدون سنگسار و بالاخره دیدن گندش تو دنیا داره در میاد، آخرش کشتنش دیگه دختره رو. اون آقا رو تبرئه کردن، گفتن پس این جن و پری اومدن پر این دختره خوابیدن. اگر این دختر مرتکب زنا شده، مرتکب عمل جنسی خلاف شده، کدوم احمقی با این کاری کرده؟ اون فاعلش کجاست آخه؟ گفتن هیچ جا فاعل نداره. همینطوری خودش مورد تجاوز اجنه قرار گرفته و تنبیهش کردن و کشتنش. به این لحاظ است که هیچ خطری حیات زن رو مثل بکارت تهدید نمی کنه. هیچ خطری. چند نفر از شما زنان، سیستم ارتباط من با شما خیلی بده، نمی خواهیم تلفن ها رو باز کنیم، با نوشتن و اینها هم وقت تا ابد طول می کشه.
اما سوال این است که چند نفر از شما زنان با خودتون عدالت داشته باشید و جواب صحیح بدید. چند نفر از شما زنان تا به حال به موضوع بکارت با این خطر نگاه کردید؟ آیا هیچ خطری بمب اتم برای سر شما باشه بگن هر لحظه منفجر میشه، اون خطرش بیشتر یا بکارت شما در ارتباط با حق حیات شما؟ حق بکارت یا مسئولیت بکارت در دنیا بیشتر کشتار داده از زنها یا بمب اتم؟ و آیا شما زنان متوجه این موضوع بودید یا نبودید؟ این که میخوام عرض بکنم که تفکر و تعمق در امور که در توان ماست، فکر کردن در توان ماست. زنان ما امروز چوب همون چیزی رو میخورن که با عرض پوزش که قرآن میگوید که مثل هم که مثل الانعام، مثل ایشان مثل چهارپایان است، بل ازل من هم، پایین تر و پستر از چهارپایان هستند. اولئک هم الغافلون، اینها کسانی هستند که غفلت میکنند، یعنی از امکان خودشون استفاده نمیکنند. یکی از امکانات ما فکر کردنه. چند نفر از شما زنان فکر کردید؟ خیلی خوب، حالا حرف نمیتونید بزنید، فکر که میتونید بکنید. اگر جامعه زنان فکر میکرد انقلاب میشد در دنیا. شما متوجه این خطری که در کنار شما، این یک بمب ساعت شماره که در کنار شما داره حرکت میکنه، هر لحظه ممکنه منفجر بشه و بارها و بارها و بارها در زندگی منفجر شده. رابطه حق حیات رو با بکارت چگونه میبینید؟ برای اینکه این سوال پاسخ داده بشود، باید به سوالات تحلیلی و سوالات جنبی پاسخ داده بشود. از نظر شما نوری خانم نجیب است؟ نوری خانم باکره است؟ نوری خانم مرتکب عمل خلاف نشده؟ نوری نکاح کرده یا نکاح نکرده؟ میرسیم بعد از بیان خانم، الان متوجه میشم که ایشان زن هستند، خانم ندرا زن هستند و خوشبختم که این مقدار توجه میکنند و عمق مطالبشون من رو تحت تأثیر قرار داد. به سخن آقای مهندس سلطانی میرسیم، می نویسند که از نظر این حقیر اولا فرق بین زنا و تجاوز رو باید بدانیم، زیرا زنا جزای کیفری دارد و تجاوز به فارغ از این امر است. به این ترتیب بکارت یک امر ارزشی است که شامل نجابت می شود و زن نجیب با غیر نجیب فرق دارد. بنابراین کسی که با تجاوز و بدون اراده و خواست خودش بکارت خود را از دست داده باشد، او نجیب است و ارزش باکره ای را دارد. توجه میکنید واژه بسیار به جا و درخوری است، ارزش بکارتی دارد. اما از دیدگاه و هنگام و معیارهای اجتماعی خواهان نظر جناب استاد محترم است. به همین جهت هست که این سوال مطرح شده تا ما همونطور که زنها متوجه حق حیات و خطر
بکارت در ارتباط با حق حیات نبودند و انشاءالله بعد از این خواهند بود، همینطور هم ما تا به حال متوجه اختلاف شدید و تناقض اسلام اجتماعی و اسلام قرآنی رو نشناختیم که اینها دو تا حرکت کاملا مقابل هم دیگه هستند و اسلام اجتماعی محارب با اسلام قرآنی است در مورد حق حیات. یعنی مهمترین چیزی که در قرآن وجود داره که حق حیاته، اسلام اجتماعی، اسلام تاریخی، اسلام ملایی، اسلام سنتی، هر چی که اسمش رو راحتید بگذارید، غیر قرآنی هر چی که هست، محاربه اسلام غیر قرآنی با اسلام قرآنی هم از نظر مردم نادیده گرفته شده و ما غفلت میکنیم به تشخیص این تغییر و تفاوت که چگونه اسلام قرآنی تغییر پیدا کرده شده اسلام اجتماعی، شده اسلام ملایی، چطور ارزش ها اینطور زیر و رو شده و از دین قرآن این دین کثیف مضر رو برای ما ساختن و به ما تحمیل میکنن، دینی که با بزرگترین نعمتی که خدا به بشر داده، حق حیات، حق زنده بودن، یک عضو بدن زن در جامعه به وسیله اشغالگران آزادی و حیات بشر، کسانی که ادعای مالکیت بر حیات میکنند، تغییرات فیزیولوژیکی وجود یک انسان رو مدرکی برای از بین بردن حیات او میدانند، در حالی که اصلا به اونها ارتباط نداره. حالا اصلا این زن میخواد اصلا فاحشه بشه، با میل خودش رفته این نوریه روزی هزار چه میدونم هر چند نفری که باهاش بودن، به میل خودش بوده، به تو چه مربوطه؟ آیا ما از نظر حقوقی قانون سازهای ما معین کردن که این بکارت حق اون زن هست یا حق یک مردی هست که بعدها شوهر این زن خواهد شد؟ آیا ما چنین رابطه گنگ حقوقی رو میپذیریم؟ و اگر این موضوع ارزشه، ارزش مربوط به اون انسانه یا ارزش مربوط به جامعه است؟ و اگر ارزش مربوط به جامعه است، این در واقع سندی است که نجابت یک انسان رو نشان میده. سند نجابت مرد کجاست؟ و آیا خدا که بشر رو برابر خلق کرده برای مرد سند نجابت قائل نشده؟ یعنی در واقع پاسپورت سفید داده به مرد که هر غلطی میخواد بکنه، این خدا رو شما قبول دارید؟ که زن رو مستند به سند بکارت کرده و مرد رو آزاد گذاشته که سندی نداشته باشه، زن رو کنتور گذاشته روش که مرتب پلو هر که خوابید کنتورش کار بکنه، مرد رو آزاد گذاشته که هر کاری کرد معلوم نباشه، نجابت زن باید حفظ بشه و نانجیب بودن زن برابر سنگ باران شدنش باشه ولی نانجیب بودن مرد برابر با افتخارش باشه، شما این خدا رو قبول دارید؟ باز هم تأکید و تکرار میکنم که آیا شما توجه کردید که موضوع بکارت یک موضوع سکسی و جنسی و لذت بخش و زیان بخش و ضرر بخش و اینها نیست؟ موضوع بکارت با حق حیات بشر سر و کار داره. یعنی حق حیات یک پدیده است که حق بکارت یا مسئولیت بکارت، موضع بکارت و موضوع بکارت یک امری است که در مقابل حق حیات یک انسان ایستاده. به یک سر موی این موضوع بکارت میتواند که حق حیات اون بشر رو از او بگیرد. آیا متقاعد شده اید که موضوع ساده ای نیست؟ آیا متقاعد شده اید که بمب ساعت شماری به این ضرر و زیان و خطر و وحشت نسبت به حق حیات یک موجود زنده نیست؟ جناب هوشمند می نویسند که استاد گوش می کردم به توضیحات شما در مورد بکارت و داستانها و یا حدیث های کثیف ملاها در مورد بکارت زنها خواندم
هنوز در این فکر هستم که چرا این موضوع انقدر باید مهم باشد که ساعتها درباره اش صحبت میشه و کتاب ها نوشته شده و چرا قرآن در این مورد آیات دارد. همونطور که عرض کردم جناب هوشمند، اولا یک سوالی من از شما دارم. الان متوجه شدید که چرا این موضوع انقدر مهمه؟ الان که میبینید که بکارت اسرائیلیست، جانگیریست، گیرنده حیات است، نابود کننده حق حیات بشر است. آیا موضوعی به این خطر؟ شما امروز ببینید که یک ویروسی که حالا یک گروهی میگن نمیدونم از سرماخوردگی بهتره بدتره، حالا هرچی که هست، حالا وارد بحثای کمبی نمیشون، تمام توجه بشریت رو به خودش جلب کرد، توجه بشریت رو متمدن و غیر متمدن رو به خودش جلب کرده که در مقابل این عاملی که موجب سلب حق حیات میشه، یعنی چه کار میکنه این ویروس؟ حق حیات رو میگیره از من و شما دیگه، کار دیگه ای که نمیکنه که. آیا خطر این ویروس که حالا مثلا در دنیا حالا تا الان میگن نمیدونم 200,000 تا 100,000 تا هر چقدر آدم مرده یا بیشتر یا کمتر، حالا فرض کنید که 1,000,000 نفر میمیرن، 5,000,000 نفر میمیرن تا این کار سامان پیدا بکنه، 10,000,000 نفر میمیرن، این موضوع سراسر فکر عالم بشر رو گرفت. آیا کرونا خطرناکتره در ارتباط با حق حیات یا بکارت؟ این رو از شما آقای هوشمند میپرسم که آیا الان متوجه شدید که چرا این موضوع الان باید مطرح بشه؟ اما سوال شما که چرا قرآن در این مورد آیات داره، قرآن در مورد پرده بکارت آیه نداره. هر کسی قرآن به من نشان بده ببینم پرده بکارتش کجاست. پرده نداره قرآن. قرآن از کلمه بکره، واژه ریشه بکره به معنای آغاز استفاده میکنه. همین در واقع شمول این واژه آغاز، شروع آغاز، همین، هیچ معنی دیگه در قرآن نمیده. میگه زنی که باکره است، یعنی زنی که شروع به ازدواج نکرده، هنوز شروع به نکاح نکرده، تحت هیچ عنوان راجع به پرده و حجاب و اینها حرف نمیزنه. این منطق قرآن که میگه این زن تجربه نکاحی نداره و آغاز تجربه نکاحی این زن هست، بنابراین باکره است. میخوام امروز یا روزهای دیگه به این نتیجه برسم که ما از یک پدیده ساده قرآنی که در واقع قرآن رسوم و آداب شیطانی گذشته رو زیر و رو کرده، تمام فرهنگ کاتولیک روی بکارته و تقدسی که کاتولیک ها به بکارت میدن و همه زنهای دیگهی که باکره نیستند و شوهر دارند و بچه دارند، نه اینکه اینها گناهکار نباشند، همه اینها گناهکارند، منتها مسیح اینها رو میبخشه، خون خودش رو روی صلیب ریخته که اون خون گناه من و تو رو شستشو بده اگر مسیح رو در قلبمون بپذیریم. همه این زنها رستگار میشوند، نه چون پاک هستند، زنهای بدکار هستند، مقدس نیستند، چون برای زن شرط مقدس بودن باکره بودن است، مثل مریم. و اینها هیچ کدامشون باکره نیستن، هیچ کدامشون مقدس نیستن. اگر نبود مسیح، همه اینها میرفتن جهنم برای شوهر کردن. اما چون که خون مسیح روی صلیب ریخته شده و خون او باعث شستن گناه اینها میشه،
و خدا اینها رو میبخشه، اینها گناهکاران بخشوده شده هستند. اون فرهنگ مسیحیت رو که ادامه پیدا کرد در دنیا و خود اون فرهنگ بر اساس فرهنگ‌های قدیمی دین‌های شرک پایه‌گذاری شده، اون در اسلام زیر و رو میشه و در قرآن خیلی کوتاه به بکارت به عنوان کسی که تجربه نکاحی نداشته تمام میشه. دو جام در قرآن بیشتر نیامده که به عدم تجربه نکاحی بکارت نام داده، که اینها باکره بودن. یعنی چی؟ یعنی تا به حال نکاح نکرده بودن. اما الان که موضوعات جنبی پیش میاد، آیه دیگری در قرآن هست که دوستان باید که منتشر بکنن، به خصوص جناب رازق توفیقی، آیه‌ای که در قرآن صریحاً جناب استاد اشاره میکند که رابطه زنای یک طرفه، یعنی وقتی کسی علی رغم میلش مورد تجاوز قرار میگیره، با وجودی که زنا احتیاج به تعامل متقابل داره، ولی اگر یک طرف راضی نباشه و به زور این کار انجام داده شده باشه، یک طرف زنا کرده، یک طرف قربانی شده. اون آیه رو پیدا بکنید، داشتم امروز صبح یادداشت کرده بودم، منزل جا گذاشتم، که بنا به گفته قرآن قربانی وقتی کسی میشه مرتکب جرم نشده، یعنی در امر زنایی به عنف باید گفت که اون طرف قربانیه. ولی برای اینکه پاسخ جناب هوشمند رو داده باشم، در اینجا توضیح میدم که آیا شما الان متقاعد شدید که چرا قرآن در این مورد آیات داره و آیات قرآن در این مورد چیست؟ اون رو هم از آقای توفیقی میخوام که منتشر بکنن، که ما همه ببینیم که آیات قرآن در اون دو موردی که قرآن از بکارت به عنوان عدم تجربه نکاحی نام میبره، که الان این زن که میخواد وارد مرحله نکاح بشه قبلا نکاح نداشته. نکاح اگر زناکار بوده زنا داشته که اصلا قابل نکاح نیست برای مرد مؤمن، قضیه تمام میشه. سوال این است که حالا اگه قربانی باشه چی؟ قربانی بودن تجاوز جنسی نکاح تلقی میشه یا هنوز هم باید گفت این زن نکاح نکرده است؟ اگر نکاح نکرده است، باکر است که نکاح نکرده دیگه. یعنی نوریه که هزار نفر کنار او خوابیدند و به او تجاوز کردند، از نظر فرهنگ قرآن و از نظر نگرش قرآن و موضع قرآن به این موضوع باکر است، نکاح کرده است، یا کسی است که تا به حال نه نکاح کرده نه مرتکب زنا شده، بنابراین عرفاً و قانوناً و منطقاً باکر محسوب میشه. به اونجا میخوایم برسیم. به این لحاظ است که آقای هوشمند در قرآن اشاره به بکارت میکند. به بکارت ملایی اشاره نمیکند. به بکارتی اشاره میکند که نشان دهنده عدم تجربه زن در نکاح قبلی است. نکاح قبلی نداشته. اولین نکاحی است که انجام میده. هویت تاریخی زن رو نشان میده. که این در گذشته چه کرده؟ مرد هم باید که سابقه کار خودش رو نشان بده. قبلا زن داشتی یا نداشتی؟ زن هم میپرسن که قبلا شوهر داشتی یا نداشتی؟ میگه نه، من باکره هستم. یعنی تا به حال شوهر نداشتم. همون حرفی رو که مریم به فرشته میزنه. خانم بهار افغان می نویسند که من نبودم و نمیدانم موضوع سر چیست. موضوع سر این هست که خانم بهار، بکارت حق است یا مسئولیت؟ و رابطه بکارت با حق حیات زن مطرح است.
جناب علیزاده میگویند از نظر این حقیر بنا به تعریف قرآن از کلمه بکر و بکارت، از دختری که با تجاوز بکارت خود را از دست داده است چون هنوز ازدواج نکرده است باکره محسوب می شود و نجیب بودن یا نبودن آن دختر به اعمال و رفتارش در جامعه بستگی دارد. به نظر من این طور است. جناب شال اسیم، جناب عالی، شما صحبت عالمانه و استدلال منطقی و اسلامی را تشریح میکنید و موضوع بکارت را به شکل عالمانه روشن نمودی و مثال زن که به دست ابوبکر بغدادی کردی، این کدام سال و زن مسلمان بوده یا عیسوی؟ زن مسلمان بوده، سالش رو نمیدانم، ولی به روزنامه ها و اخبار اینها مراجعه بکنید، خیلی راحت میشه پیدا کرد، ولی مسلمان بوده. جناب راسخ توفیقی می نویسند طبق این مطالب استاد توفیقی که مستند هست و شنیدنی، طبق آیه 5 از سوره تحریم، هیچ تفاوتی بین باکره بودن و نبودن زن وجود ندارد. طبق آیه شماره 5 از سوره تحریم، هیچ تفاوتی بین باکره بودن و نبودن زن وجود ندارد. من در اینجا میخواهم که از همه خانم ها و از همه مرد ها این توجه رو بگیرم که خدمتی که این مرد راسخ توفیقی به همه ما میکند، به خصوص به زنان، اگر که سخنان امروز و استناداتی که توفیقی نشان میدهد جان یک زن رو در دنیا حق حیاتش رو حفظ بکنه، ما نزد خدا آمرزیده محسوب میشیم. اگر فقط یک انسان حق حیات خودش رو به اتکای این آیه های قرآن که توفیقی مطرح میکند برای او دعا کنید و این وظیفه سنگینی رو که انجام میدهد، من توفیقی رو نه تا به حال دیدم نه میشناسم شخصا، آثارش رو میشناسم، فوایدش رو، خدماتش رو، زحماتش رو میشناسم، یعنی من رابطه خصوصی با ایشون ندارم که تعریف کنم از ایشان، من از کارش تعریف میکنم نه از خودش، و چون خودش رو نمیشناسم، فکر نکنید که یعنی من منصوب ایشان هستم یا دوست ایشان هستم، دوست نزدیک صمیمی و اینها نیست، رابطه شخصی من ندارم با ایشان، ولی به عنوان وظیفه به کسانی که از زحمات شبانه روزی ایشان استفاده میکنند تذکر میدم که یک شکری به درگاه خدا و یک دعایی برای ایشان لازم است. به هر حال ایشان اشاره می کنند به سوره تحریم آیه شماره 5 که هیچ تفاوتی بین باکره بودن و نبودن زن وجود ندارد. این آیه مهم به 6 ویژگی اشاره می کند که شکوه و جلال زن را با آنها بیان می کند. این 6 خصوصیت که بایستی که در قاموس قرآن معنا شود نه در قاموس کاهنان، عبارتند از مسلم بودن، مؤمن بودن، قانت بودن، تائب بودن، عابد بودن، صالح بودن.
مسلم بودن تسلیم شوهر بودن؟ نه 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 نه. زن و مرد نباید تسلیم هم باشند. درست میشنوید؟ زن و مرد اگر با هم کاری نداشته باشند که با تسلیم قانون باشند. اگر زن و شوهر باشند و با هم مربوط باشند باز هم باید تسلیم قانون باشند. تسلیم قانون خانواده، نه تسلیم هم. چون زن و شوهر اگر تسلیم هم بشن که مشرک میشن. در قرآن از کلمه قانت به معنای فرمان بردار در مقابل فرمانده، فرمانده خداست. اما ملا، الله اکبر، الله اکبر، ملا میگوید که نه، خدا فرمانده نیست، شوهر فرمانده است. به شوهر میگه حق حساب ما رو بده، ما رو در حکومت نگه دار، ببین من تو رو گذاشتم جای خدا، ببین گفتم این زن که باید خانت باشه، یعنی فرمان بردار باشه، تسلیم باشه دیگه، پذیرنده باشه، گوش به فرمان باشه، گوش به فرمان تو باشه. اگر گوش به فرمان تو نداد، شوهر محترم، گوشش رو ببر. همین کاری رو که کردن در افغانستان، و فرمان تو رو باید ببره. هر چه گفتی زن باید بگی چشم. چرا؟ زن کالاست، زن متاعه، تمتع بگیر ازش. صداش در آمد ضربه بش بزن، تا اونجایی که صدای سگ از او برخیزد، اگه میخوای بری در بهشت. این موجود کثیفی که به نام زن است، هر وقتی که اطاعت نکرد از تو، زنان باید از شوهرانشان اطاعت کنند. ترجمه هایی که میکنید شرم هم نمیکنید. اون کسانی که پاانداز هستند که جای خودشونو دارن، شما شاگردان و شما دلال ظلم اون، ظلمه اون پاانداز ها هستید، شما کارگرهای اون پاانداز ها هستید. در قرآن گفته زنان باید از شوهرانشان اطاعت کنند. وای بر ما، وای بر ما، وای بر ما. زنان در هیچ کجای قرآن ننوشته که باید از شوهرهاشون اطاعت بکنند. آقای مترجم، مترجم شماره 1 تا شماره 25، همه تون از این سکو استفاده کنید. اون آیه ای رو که ترجمه کردید، کلمه شوهر رو توش به من نشان بدید کجاش نوشته شوهر. زن که حافظ ناموسش باید باشه و مرد که باید حافظ ناموسش باشه، معنیش اینه که زن باید از شوهر اطاعت بکنه. بارها عرض کردم اگه شوهرش به زنش گفت که خانم ببخشید این کرونا آمده، ما مغازامون تعطیله، پولی نداریم، اگه میشه برو تو خیابون پلوی 4 نفر بخواب، به اندازه 1 ماه پول بگیر که ما یه زندگی داشته باشیم، چون این کرونا ما رو بدبخت کرده، پول نداریم دیگه نان بخریم. زن باید چه کار بکنه؟ قانت باشه دیگه. قانت به ترجمه شما یعنی از این شوهر اطاعت بکنه دیگه. این اسلام شماست، این قرآن شماست. 30 سالم رفتید تو شبستان، هی تو سر خودتون زدین، هی گفتین ضرب ان زیدون امرن، عربی یاد گرفتید و فارسی یاد گرفتید و چی یاد گرفتید اینها. این دین درست کردید برای خودتون آخه. هر لعنتی که میخواید منو لعنت بکنید، با سوادم بی سوادم، مأمور خوب بفرستید، بد بفرستید، سلطان طلب بفرستید، خمینی طلب بفرستید، با دین بفرستید، بی دین، به هر شکل میمونواری که هر کسی رو میخواید در بیارید داخل کنید تو این برنامه، عیبی نداره. من هر چی که شما میگید من هستم. شما جواب سوال منو بدید. یعنی آقا شما خودت بدکاری؟ بله بدکارم. شما که خوبکار هستی شما جواب بده، کجای اون آیه نوشته زنها باید از شوهرشون اطاعت بکنن؟ آخه چرا دروغ ترجمه میکنید؟ آخه چرا قرآن رو وسیله پا اندازی خودتون کردید آخه؟
میخواید خانوم بیار باشید، خب خانوم بیار باشید. چرا قرآن رو کردید زیر پای فحشا؟ کجای قرآن گفته زن از مرد باید که اطاعت بکنه؟ بیارید آیش رو آخه. هر روز من صبح به خودم نهیب میزنم و خودم رو تنبیه میکنم که صدام پایین باشه، مطالب رو با آرامش بگذرونم، ولی مثل این که ما نصیب نداریم به این کار. اتاق فرمان دقایقی به ما تنفس بدید، باز میگردیم با بینندگان خواهیم بود.